خانوما عزیز سلام خیلی خوش آمدید به بام و لنگویجز خوب هستید؟ میخواستم یه چیزی بگم برای اینکه زبان ترکیتون خوب بشه باید و باید ویدیوهای منو تماشا کنید باید خوب تمرین کنید جمله بسازید و باید همین پایین برای من اونها رو کامنت کنید تا بیام ببینم ببینم شماها چقدر درس خون هستید حالا چرا دارم اینا آره رو بهتون میگم به خاطر اینکه ما امروز میخوایم با همدیگه دیگه کلمه باید رو یاد بگیریم و بتونیم از این بایده توی جملاتمون استفاده بکنیم حالا قبل از اینکه بریم باید ما رو سابسکرایب کنید باید برای ما لایک و کامنت بذارید و باید ما رو به اونهایی که دوستشون دارید چکار بکنید معرفی بکنید هدیه میدرسه گیدیو روز خب دوستان عزیزم شروع کنیم با گرکلی کیپی یعنی پسوند باید بچه ها این هستش مل ملی که نسبت به هم آوایی ها اگر ما صداهای زخیم رو داریم مل و اگر صداهای نازکی رو داریم ملی رو باید استفاده کنیم که شما دیگه توی این تا الان استاد شدید این ملی معادل انگلیسی شود هستش که میخوایم توی جملات بررسی کنیم و ببینیم شکل ساختاریش چه شکلی هستش مثلا بن او ارکن گیتملییم یعنی من باید زود به خونه برم اوکی okay, چه کار کردم بونه فلم رو آوردم نسبت به هم آوایی بهش مال و ملی اضافه کردم و بعد بهش پسوند شخصی دادم حالا چون این دوتا صدادار بودن یه میانجی گرفت مشلا بیز بیر گرده می سافریز کاوکیوروز دیوروز که آن مکلیور بنی و ارکن گیت ملیم مانم منتظر منه و من باید زود برم خونه ایکینجشه سن سن یارن ایشه گلملیسین تو فردا باید به سر کار بیای او اویومالو اون باید بخوابه پس شخصی هم سوم شخص نداره مثلا فردا میخوایم یه کار جدی کنیم دوستمون باهمون بیاد و بریم و میگیم اون باید کنه بخوابه که بتونه فردا سرحال بشه او اون باید بخوابه استراحت کنه بیز بو درسی تمام ما باید این درس رو تموم کنیم به اتمام برسونیم سیز برای تمیز نیست شما باید اینجا رو تمیز بکنید تمیز نیست اونلار یمک یپماله. اونها باید غذا درست کنن غذا بپزن حالا میتونم پسوندش رو بیارم یا نیارم اونلار یه مک لار اوکی حالا بریم این فعل ها رو ببینیم چطوری میتونیم منفی بکنیم حالا بریم منفی سازی رو یاد بگیریم ما بلد هستیم که فعل هامون رو با ما و م منفی بکنیم پسوند منفی سازمون این بوده میچسبونیمش به پسوند مالی و ملی همون فعل های قبلی رو که مثبتش رو با هم کار کردیم حالا میخوایم منفیش بکنیم بن من اوه ارکن گیت ملییم. سنمون اومده یه ذره بالاتر داریم میگیم که من نباید خونه زود برم مامانم چرا داره انقدر به من گیر میده بره برکن گیت مملیم میتنه گیده را گیت مملیم تاریکی ده سن یارون ایشه گل مملیسین هستاییم ارکاداشم آریور دارا نیم وار دیورم که هستاییم تمام دیور او زمان سن یارون ایشه گل مملیسین تو نباید فردا سر کار بیای او اویومامالو تنها چیزی که موقعی که اینو می نوشتم یادم افتاد این بود که یادتونه فیلم می دیدیم مثلا برف می بارید می نه تو نباید بخوابی این همونه اویومامالو او اویومامالو بیز بود درسی تماملا یز ما نباید این درس رو تموم کنیم مثلا وقتمون زیاده میتونیم تایم دیگه ای هم بخونیمش با این حالت نباید میسازیم توی همچین فعل یه زر میشه چون هی داریم میگیم ما 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 سیز برای تمیزله مملی نیز شما نباید اینجا رو تمیز بکنید Bir yere gittik, herkes oturmuş, ev berbat halde. Biz kalkıyoruz, temizlik yapıyoruz. Arkadaşımız diyor ki, hayır siz burayı temizlememelisiniz, siz yapmamışsınız. Şuan ne var incar temiz bu Onlar yemek yapmamalı. Pikniğe gittik, بیز یمک گتیر میشیز آرقداشمز کنوش دیور که مثلا زهراگیل یمک یاپ میش ار دیور یمک یاپ مامولو بن یاپ میشیم اونا نباید بپزم من پختم دوباره میتونم لاروشو بییارم یا نیارم حالا بریم سؤالی مثبت یاد بگیریم بچه ها برای ساختن حالت سوالی مثبت چه کار میکنیم؟ فعل رو به اضافه مالوملی میکنیمش مثل همین گیتملی که اینجا داریم یه فاصله کوچیک تو نوشتار بهش میدیم و ما با چی داشتیم سوالی میکردیم م می مو می نسبت به هم آوایی هاش ما الان می و مو رو لازم داریم دیگه با موها نمیتونیم کار بکنیم و بعد نسبت به هم آوایی بهش پسوند شخصی اضافه میکنیم مثلا بن اوه ارکن گیتملی من باید زود برم خونه دارم سوال میکنم سن یارن ایشه گلملی میسین تو فردا مجبوری باید بیای سر کار او اویومالی مو باید بخوابه بیز بو درسی تماملامالی tamaml مییز ما باید این درس رو تموم کنیم سیز بورایی تمیزلملی میسینیز شما باید اینجا تمیز بکنید اونلار یمک یپمالی لار مو اونها باید غذا بپزن میتونه یاپ ملار هم باشه که اشتباه هستش اما توی ترکیه اینو میشنوید که استفاده میشه پس اگر استفاده شد غلط نیست از نظر گرامر فقط غلط هستش اما تو محاوره روزانه ازش استفاده میکنن الان که سوالی مثبت یاد گرفتیم دیگه منفی کردن این حالت براتون خیلی باید راحت باشه گیت مملی میذارید اینجا گل مملی میشه اویو تمام لامامالی تمیز ل مملی یاب این رو دیگه به راحتی میتونید بسازید چون فرمولش همینه فقط این یه تیکه رو باید منفی بکنید بچه ها ما یه فعل اول از اولماک داریم اگر بهش ماله اضافه کنیم نسبت به هم آوایی و اولمالو بسازیم میتونه به ما معل... معنای احتمالا شاید رو بده یعنی هر جایی که ما میخواییم حدس و گمان استفاده بکنیم از این فعل استفاده میکنیم مثلا کپوچه Biz evde oturmuşuz, kapı çalıyor. Aa ah, bu kim? Annem diyor ki ya da mesela kardeşim diyor ki baba olmalı, babam olmalı. Şayet ihtimalen babaya. Ya bebeğim gözlüğüm nerede? Ya hamsari ve hamsar yani bir hamsar üç dört zor bu hamdi ya hamsar şu sadam kanım ya ki eynek hemen kocas, eşkam eynek hem kocas, masada olmalı, muhtemelen rüyə miiz başe. Mesut henüz gelmedi. Mesut henüz gelmedi. Miğim ofiste çalışıyor olmalı. Muhtemelen defter de herhalde ve henüz Ya evet, mesela tatile gidiyoruz. Tatilim gelmiş gördüğünüz gibi. Tatile gidiyoruz ve uçaklara böyle bakıyoruz. Aa diyorum. Bu uçak bizim olmalı. او چاموز احتمالا این هواپیما این پرواز مال ما هستش پس شما هر جا اولمل رو بخواهید استفاده کنید میتونه به معنای حدس و گمان و شاید و احتمالا باشه دوستای گلم براتون یه تمرین آماده کردم که متفاوت تر از تمرین های قبلیمون هستش یکیش رو به عنوان نمونه من براتون انجام میدم شما هم سوال هایی رو که روی تخت میبینید رو همینطوری که من انجام دادم با باید بهشون جواب یا پیشنهاد بدید و برام کامنت بذارید بیرون ما را یارن ارکاداشم دوم گنونی جاک. بینی دعوت دا اتید گفته که فردا دوستم میخواد تولدش رو جشن بگیره و من رو هم دعوت کرده من میگم آرکاداشم ایچین هدیه آلمالوسم برای دوستت باید هدیه بخری حالا سوال های بعدی رو شما جواب بدید ایکی نمارا رو چوک سویورم اما کیلو یا پیور اچ نمارا کولیسترولم یکسکمش kalp krizi riskim varmış. Doktor söyledi. Dört numara. Yeni bir telefon çıkmış. Pek çok özelliği varmış. Ama biraz pahalı. Beş numara. Kedim çok yaramaz. Evin içinde saklandı. Onu bulamıyorum. Baylar bayanlar, sevgili arkadaşlarım bugünkü videomuzun sonuna geldik. Biz bugün beraber gerekli kipini خانم ها آیان عزیز به پایان ویدئوی های امروزمون رسیدیم ما امروز با همگه یاد گرفتیم که از پسونده باید توی جملاتمون استفاده کنید امیدوارم درس خوب بخونید استفاده کنید و برای من جمله بسازید و همین پایین کامنت بکنید حالا قبل از خداحافظی میدونید که چه کار باید بکنید باید ما سابسکرایب کنید لایک like و کامنت یادتون نره ما رو به اونهایی که دوستشون دارید حتما و حتما و باید معرفی بکنید. با کنید که درست گرش مکیزه رفن کنید نمیزه چاکی بکن خوش شکلن اما دوست شکلن.